خونه نپونه نمونه اصاب و درد داغونه سلام 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 ببخشید من رفتم دستشوی نکم ورداشتم دستم بشنم صورتم بشنم اینا ارنکم گم شد ببخشید. خب شروع کنیم. من اینک ندارم تو دردیوار ممکنه برم ولی کمکم کنین بریم. به نام خدا سلام، رامبد جوان هستم در شبکه نسیم اینجا خندوانم خندوانم بوم انرژی داره خندوانم جالی روی دیاره خندوانم بوم انرژی داره خندوانم جالی روی دیاره خندوانم بوم انرژی داره جالی روی دیاره حالتون چطوره؟ عالی. حال من چطوره؟ عالی. بی عینک؟ عالی. متشکرم. نمی‌بینم. خب حال خانمانه تو خونه؟ عالی. آقای شاه حسینی کجایی؟ اه سلام. نمی‌دیدی که؟ کیا؟ ای عینک من؟ بابا بیا. به عینک منو بده. یا عینک دیگه. باشه عینک منو بده. به چه چیزی برداشت عینک منو؟ چه گدایی هستی بیا. گده؟ چه زشت؟ عینک وسیله شخصیه. عین موبایل، عین مسواک، عین شونه. مگه دیمای نیستی تو؟ خب دیمای لارجن که. ما تقلبیه. اگه دیمای اصلی باشی اینجوری برخورد نمی‌کنی. چه رفتی داره عزیز من؟ عینکمه، وسیله‌مه، نگاه من با این می‌بینم. شما چیز نداره عینک منو برداری. متوجه شدی؟ عینک منو برداری متوجه شدی؟ آره. خسیسی چرا انقدر؟ بابا من کجا خسیسم؟ عینکمه. آخه اصلا این رفتار مال ماه شما نیستش. مگه ماه من بعد چی کار کنه؟ مال شاه حسینی بگی خرداد ماهیه مثلا خسیسه مثل سربین نده عینکو. یا مثلا مال دانیال مثلا دلنازو که ناراحت بشه مثلا سر عینکه. میدونی چی میگم؟ متوجه میشین اصلا منظور منو؟ نه شما من عینکی تو گرفتم اون چیزی که مال ماهته باید روی منم ببوسی خوشحال بشی از عینکی تو برداشتم حال باید بکنی با این کار چون دیماهیم چون دیماهی دیماهی چه جوری هن؟ خوشقل من لارجن منم خوشقل من لارجن ولی عینکم مثلا فروردی ماهی که از عینکشونو برداری خوشحال میشن میان ازت تشکر هم میکنن دستت هم میبوسن میگن مرسی که برداشتی چه خرافاتیه اینا؟ خرافات نیست مال ماه دیگه. پرت و پلاس آقا بله. هستیم بابا. پرت و پلاس. نه عزیز من اینجوری نیست. تو خوبی. شما چرا آلاخون بالاخونی؟ میخوای یه جا بشینی بشی بفرمایید. جا ندارم همه چیز تر. بیا اینجا بشین. آقایون بهت کمک میکنن اینجا بشین. چه اخلاقی داری؟ آقا کفشاتو در نیار. این رفتار زشته. جفت کردم. جفت. جفته الان مشکل چیه؟ هیچی این بی‌نظمیه رو اعصاب من میره بی‌نظمی نیسته شما بی‌نظمیه شما اجازه به خودت میدی شما سریع اینک قشتره بعد اینجا کفشات در میاری پاتی میذاری اون بالا من نمیدونم حالا اونجا چه بویی ممکنه بیاد فضا رو از انعطاف داری در میاری انعطاف چی؟ غلط این رفتار مال ماه نیست رفتار شما مال ماهده ای نیست بفرمین بیرون شما لطفا نظم اینجا ریخته به هم بفرمین بیرون میرم کفشاتو پات کن اجازه بده بیا وایسا شما ماه چیه؟ عشق اردیبهشت من میرم بیرون بیا بیرون بیا وایسا آقای شاه حسینی من میرم بیرون ولی با یه اردیبهشت هیچ وقت اینجوری رفتار نکن برو آقا جلوی جمع تأخیرش نکن چون میمونه تو ذهنش بعد یه جا به ضرر خودته ببرش بیرون اردیبهشتی خب از این چیزا واقعا به نظر من نباید اینجوری نگاه کرد به دنیا به زندگی با طالبینی و اینا بعضی خیلی درگیر این چیزا فال و قهوه و نمیدونم میرن پیش فالبین و اینا خیلی نکنین از این کار ای بابا چی شد برگشتی؟ یه اردیبهشتی میبخشه ولی فراموش نمیکنه آه الان منو بخشیدی؟ بخشیدم دیگه گفتم ولی فراموش نمیکنم حالا بالاخره یه جایی ما دوتا با هم دیگه
داری تهدید میکنی منو نه؟ نه تهدید نکردم من. اینکه میبخشم ولی یه روزی تلافی میکنم که نشد بخشیدن که. حالا من نظرم اینه. حالا دیگه خودت. یعنی الان دارم کوتاه میام. این میشه. بفهم بیرون. میرم بیرون. عایشه حسینی ببرین نشونو. من سربینو که تو جون من نیا دوباره شهر درست میشه. من خودم دارم میرم. بیا ببرش. کینه وای سبب هم سربین. میرم آقا میرم. یارو رو از انگلیس چجوری آوردی اینجا؟ من موندم. برو بیایی داشته دوره با یه بیلیت بریم. آقای شاوسین تشریف بیار. یه تشویق شماراتونو بیاریم بالا. شماراتونو بیاریم بالا ببینیم که امشب کی چی جایزه میگیره. این از اون بخش هست که من خودم خیلی دوست دارم. شماره 70 علیرضا عدنان. آقای علیرضا عدنان. عدنان آقای عدنان بفرمایید از 1 تا 14. 13. 13. خانم زمانی به به از 1 تا 14 به غیر از 13. 7 شماره 7 دختر همراهی کنن 4 نفر غیر از خودتون، یعنی با هم دیگه شما 5 نفر میشه. 5 نفر کلن با هم تشریف برید تئاتر مهمان خندوانه. خانم زمانی یه دون از این شماره ها رو در بیارین لطفا. شماره 11 آقای مرادی هست. آقای مرادی آماده این؟ بله. شماره 3. شماره 3 شماره 118 آقای رضا خان ظفری حال چطوره؟ خدا رو شکر شاکرتم. بفرمایید که از 1 تا 14 به غیر از 3 و 13 و 7. 10. مبارک. یه تلفن همراه خیلی باحال تقدیمت میشه. بریم. 1 2 3 حالتون چطوره؟ عالی.
اه با خدا رو شکر. پرتاب 100 میلیون تومانی. امیدوارم بالاخره به زودی یک نفر این 100 میلیون رو تصاحب کنه، بره برای خودش باهاش قالیلی بخره 100 میلیون تومان، به ما هم بده. آره 100 میلیون تومان آدامس، همیشه این دور هم به جو این باد کنه. کی حاضره این برگو بکشه؟ خودت شماره چنده؟ 52. 52. 52. بریم موسیقی. چنده؟ 23. 23 دست بزنیم براش. بیا. اسمتون؟ فرزانه حیدری. خانم فرزانه حیدری، آمادگی دارین؟ نه. حالا با توپ بسکت اصلا بازی کردین، پرتش کردین؟ چرا، قبلا میرفتم ولی الان هم استرس دارم، هم خیلی، دوره. دوره. خیلی خوب بود. حالتون چطوره؟ عالی. برم میام اونجا بشینم. بزن شارشی. به به، خیلی هم قشنگ. ستاره 780 مربع، سامانه ای که مدت هاست دوست، یار و رفیق خندوانه یاس و هر کاری که بتونه میکنه برای اینکه ما خندوانه یا احساس راحتی و شادی بیشتر بکنیم. اصولا حامیان برنامه خندوانه واقعا به این نیت وارد خندوانه شدن که به شادی مردم کمک بکنن و کارهایی بکنن که باعث خوشحالی ما بشه. در ستر 780 مربع شما میتونید شارژ بکنید، موبایلتون شارژ بخرید، موبایلتون یعنی نه گوشیتون ها، خطتون، و میتونید شارژ برای کسی بخرید، میتونید قبض پرداخت بکنید. اینا کمک میکنه بابت اینکه ما دیگه بیرون نریم، تا بانک نریم، و این که خدا خب عرض کنم خدمتون که پس توجه بکنید که از همین سامانه استفاده بکنید تا به خودتون و به دیگران خدمت بکنید. رنگ و روش پریده؟ رنگ و روی من پریده؟ چه آماده سری گفتن نخ؟ نه خب معلومه که ندارم، میبینن صورت من. سفیدی چشمات به ارغوانی میزنه آقا. سفیدی چشمات من به ارغوانی میزنه؟ و بنا به ماهی که هستی حتما از کلیت رو درنج میبری. نه. انسداد رگهای قلبم داری. نه. آقا شما بیماری اعصاب روان رنج میبری. نه عزیز من، من از هیچ کدوم از این بیماری ها رنج نمیبرم، مدام میرم دکتر، همه چی مرتبه و از بیماری اعصاب روان رنج نمیبرم. شما که کیف میکنی، اطرافیانتون هم که رنج میبرن. اونان دارن زج میکشن، تو که حال داری میکنی، متوجه نیستی که اصلا علم نداره دیگه. الان چیه ماجرا؟ تشریف چرا نمیبری؟ به فکر شما هم من، اینجوری برخورد نکن جلو جمع من. سنگ مرمر عالیه برای اون چیزی که گفتم، برای اعصاب و روان. سنگ ماه تولدته، همیشه همراه خودت نگه دار. حالا تو خونه ای، سر کاری،
نمیدونم سر زبطی این مرون بر میری جاگیرم نیست بذار قشن جیبه پشته آقا نمیخوام عزیزم من آقای عزیز بگیر اینو بگیر آقا بگیر آقا بگیر آقا جان بگیر آقا نمیخوام آقا به کارت میاد آقا نمیخوام من به این چیز اعتقاد ندارم بذار جیبه پشت نمیخوام نمیخوای که من به این چیز اعتقاد ندارم عزیز من خرافاتی نیستم خرافات چیه؟ خدا شکر عقل دارم عقل؟ اعصاب و روانت مشکل داره همین که خودتو قبول داری یعنی مشکل داری خودم قبول چی قبول دارم میگم من بیماری اعصاب و روان ندارم به این چیزا اعتقاد ندارم آقا سنگ مرمره نمیخوام عنصر وجودیته بذار پشت جیب پشت زندگی بکن جاگیرم نیست چیکار کنه نمیخوای نه خیر خیلی خوب لجبازی بیا اینو بگیر اینو میده خاک چرا اینو میکنی چیه اون خاک آقا برو آقا خاک چی یا این یا این دیگه اینو بری تو تنت بابا هدرش دادی بر رو سرت بریزی خیلی خرافاتی و دیوونه ای تو آقا جان اینو باید روزی مثلا صبح زور شب خاکو اینجوری بریزی رو سرت نگاه کنی بریزی رو سرت نمیخوام یا برو بیرون یا بگی بشین ساکت شو بگی بشین اونجا ساکت شو عجب آدمی هستی حرومش کردی آقا شانسی یکی از اینا ده میگی سنگ جاگیره میگم خاک میگی نمیخوام خرافاتی خب همین حالت اینجوریه دیگه برادر من نگران تو هم من اصلا به فکر خودت نیستی شما به فکر خودت باش بس برای همه هم نگاه کن من میذارم شما نکن به جای صبح زور شب نیت کن بریز زمین خدایا اعصاب روانم خوب شه بریز زمین اعصاب روانم زخمیه بریز زمین یه مستربینی هم باید باشه که جمع کن زشت این کار واقعا شاوسنی رفتار زشت رو نکن بگی بشین حالم خوب شه آقای شاه حسینی عذر میخوام از شما ببخشید آقای بله بس کنید بله الو بفرمایید خانومم شما زنگ زدین مگه من بیکارم به شما زنگ بزنم بگید کارتونو خانومی خانم محترم شما زنگ زدید ما وسط ضبط برنامه ایم داریم برنامه ضبط میکنیم شما زنگ زدید واقعا من زنگ زدم بله شما زنگ زدید من فکر کردم شما زنگ زدی تا مجموعه کتاب‌های طالبینی چگونه از کف دست همسر آیندمون او را بشناسید و با مقدمه استاد نوشافرین دریافت کنید و به این صورت در قرعه‌کشی ما که شامل 100 دستگاه گوشکوب برقی شرکت کنیم یعنی اشتباه کردم؟ بله قطعا اشتباه کردین چون اینجا نه کسی گوشکوب برقی میخواد نه کتاب طالبینی خانم استاد نوشافرین وا چتونه بزرگوار چرا اینجوری برخورد می‌کنی؟ چجوری برخورد کردم خانم میگم وسط ضبط برنامه ایم اگه فرمایشی ندارین قطع کنین اگه فرمایشی دارین بفرمایید زنگ میزنن مزاحم میشن طلبکارم هستن خانم من زنگ نزدم این 100 بار حالا چه فرقی میکنه کی زنگ زده باشه بزرگوار شما هم مثل خواهر من ناخونکار خوب سراغ نداری خواهری ناخونکارم از سالن گلشن روز خیابون شبستری رفته دیگه موندم بی ناخونکار زندگیم داره از هم میپاشه خواهری کمکم کن تو رو خدا ناخون مگه اینقدر مهمه که زندگیتون داره میپاشه خانم من آقام آقا هستم من این چیزا رو نمیدونم اینقدر به من چون باور نمیکنی من خانم نیستم نه چرا بازی میکنید با من بالاخره خانم هستید یا آقا خانم من خانم نیستم صد باور نمیکنی من خانم نیستم نه زندگیم داره از هم میپاشه خواهری کمکم کن تو رو خدا خانم محترم من این چیزا رو سر در نمیارم من خانوم نیستم من نمیفهمم این چیزا رو پس چی هستید؟ ده. خانم من اگر خانوم نیستم چی هستم؟ خواهری ای بابا خانم من اگر خانوم نیستم لابد آقام چرا بازی میکنید با من؟ بالاخره خانوم هستید یا نه؟ نه نیستم من اینجا ببینید من رامبد جوانم اینجا هم استودیو خندمان هست داریم برنامه ضبط میکنیم شما رامبد جوان هستید؟ بله اونجا هم خندمان هست؟ بله میتونم یه انتقادی ازتون داشته باشم؟ حتما بفرمید چرا لوله کشی گاز کوچه ما رو تموم نمیکنید؟ الان 2 هفته از جلوی خونمونو کندید از اون موقع تا حالا شوهرم 3 بار افتاده تو تله به شوهرتون بگیم بیشتر نگاه کنن بعدم من به ما ربطی نداره شما برای این موضوع به ما نباید زنگ بزنید به کی ما زنگ بزنم به شهرداری به اداره گاز به اداره آب به اینا باید زنگ بزنید دیگه پس این بود اون اخلاقی که تو برنامه‌تون ازش دم می‌زدید به هم کمک کنید با هم مهربون باشید فقط بلدید شعار بدین شعار خانم چه شعاری به ما چه ربطی داره آخه ما اینجا فقط. برنامه می‌سازیم فقط بلدید شعار بدید خانم فقط هم نه فقط دست دارم ده ده با
با ده نگید، بعضی دیدی با ده هم می نویسن فقط. بس دیگه نمیخوام چیزی بشنوم، حالا فقط یا فقط. مشکل من این نیست، دیگه هم به من زنگ نزنید، مرسی. بریم بیایم، بریم بیایم. یک دو سه بریم. میخوام دعوت بکنم از کمدین قشنگمون بیاد تو و با هم دیگه معاشرت کنیم و کیف کنیم. اجازه بدید با قدرت بگم که همه با هم بگیم دعوت میکنیم از کمدین، بعد من اسمشو میگم، یک دو سه، دعوت میکنیم از کمدین مهران غفوریان. سلام علیکم. سلام. سلام. حالتون خوبه؟ عالی. به به. به به. به به. به به. مخلصیم. مخلصیم. چاکریم. چاکریم. به به. به به. سپاس. سپاس. خب بفرمایید. خواهش میکنم. این صندلی رو میذاریم برای روز مبادا. آها. که احساس کنم پام درد میکنه میشینم اگه اشکال نداره. حتما توضیح بده بهمون چی شده. یه دیسک کمرم عود کرده، یه دیسک کمر قدیمی دارم. از انبای دکترها رفتم، از مگنوتراپی رفتم تا کایروپراتیک، بعد هنوز خوب نشدم، بعد رفته توی فصل جدیدی پا دردم. یعنی الان دیسکم داره به نخام فشار میاره، برای همین پام درد میکنه، یعنی اینو بابت نخای کمر. ان شاء الله زودتر خوش. بعد الان رفتم توی فصل جدید، یه موقعی میرم این پام میمونه، بعد راه نمیاد و همون اینا، بعد باید استراحت مطلق کنیم چون سر سریال همسایه‌ها هستیم، نمیرسیم واقعا. و ان شاء الله بعد سریال استراحت هممون برات دعا میکنیم زودتر خوب بشی. مرسی، قربون شما. خب میخوام در مورد آدمای چاق صحبت کنم، از جمله خودمو. بیا اینجا، تو هم بیا، تو هم بیا. ببین این ستا الان همه اینایی که میگم رو میدونن، یعنی بعدن الان میگم شما بیشتر از همه میخندیم. ما ستا چقدر باحالیم، خیلی بریم، انقدرم با چاقیمون حال میکنیم، مگه نه خدایی باحال نیست؟ چاق خوبه دیگه. من به عنوان نماینده آدمای چاق، ببخشید رو اینا هی نگاه میکنم، باید نگاه کنم. آدمای چاق یه سری ویژگیایی دارن. اولا که میگن ما چاق نیستیم، ما استخون بندیمون درشته. یعنی کلا ما استخون بندیمون درشته، ما چاق نیستیم. بعدم میگن شکم اعتباره. حالا اعتباره چیه نمیدونم. مرد باید یه دو پره گوشت رو داشته باشه، اصلا زایه است تو بازار، تو بازارشو نمیدونم چرا. بعد یه چیز دیگه هم که میگن، که میگن ما آبم بخوریم چاق میشیم. اصلا این مدلی هن. حالا همه آدم های چاق رژیم های خیلی مهمی میگیرن، یعنی دائم تو رژیم هن دیگه. بعد همه رژیم ها باید از شنبه شروع بشه، یعنی من اصولا که همه چاقا عذاب وجدان دارن، یعنی یه داریم غذا میخوریم عذاب وجدان میگیریم، میگیم آقا من دیگه رژیممو شروع میکنم. هر موقع هم میخوام شروع کنم رژیممو، یا مسافرتم که میگم برسم تهران شروع میکنم، یا سه شنبه است میگم شنبه شروع میکنم، همیشه هم یا وسط هفته است یا تو مسافرتم شروع نمیشه. بعد من یه بار رژیم گرفتم تا عید،
سبزی پلوی شب عید دیگه ول کردم، یعنی نخوردم به خاطر اون، چون شامه دیگه، اون شامه. بعد آقا اینم که گفتم، بله یکی از رژیمایی که خودم عاشقشم واقعا، صبونه هرچی دلت میخواد بخور، تکمیل صبونه اصلا لازمه برای بدن. اینا همش چیزایی که خودمون برای خودمون درست میکنیم. نهار یه کف دست نون، مرده این یه کف دست نونم، 5 تا قاشق برنج، بذار اینجا نوشتم، یه کف دست 300 گرم جوجه، هرچی دلت خواست بخور، 5 تا دونه قاشق برنجا با یه کف دست نون. شام سالاد، حالا سالاده چیه؟ شام سالاده، بعد یه کف دست نون، یعنی یه کف دست نونه هست، حالا یکی کف دستش انقدره، یعنی میشه یه سنگک میخوره، بعد یکی اینجا کف دست رو حساب میکنه. بعد حالا سالاده، شاهکار سالاده است. سالاده اون چیه؟ من واقعا عاشق این سالادهای شامم، یعنی خودش شاق میکنه. 100 گرم فقط کاهو توشه، بقیهش 100 گرم لوبیای پخته، مرغ آب پز فیله ها، حتما فیله باشه، چربی نشته باشه، 300-400 گرم قارچ کبابی، نیم کیلو کبابی ها، سرخ نکنی ها چاق میشی، نیم کیلو. بعد ژامبون 90% نیم کیلو، یعنی یه نهار کامل رو خورد میکنیم توی قابلمه با سس ماست، ماست کمتر، یعنی خورد میکنیم توی قابلمه، 100 گرم کاهو داره، اسمش میشه سالاد. بعد آدمای چاق چقدر غذا میخورن؟ داداش بیا یه دسته. ببین من غذا میخورم، شما غذا میخوری تا سیر شی؟ خیلی. آخ جون دوست داری خیلی؟ الهی قربونت برم داداشی. آخه میفهمم چی میگی. من همه غذا میخورن تا سیر شن، من غذا میخورم تا تموم شه. عدس پلو باشه که دیگه از اون بره قابلمش میام بیرون. غذا چی دوست داری؟ همه چی. استنبولی. اخ جون استنبولی اینجوری سینی؟ وای به به به، برو بشین الان من غذا خوردم، حیف. بعد آقا ما اکثرن هم ما چاقا غذا که میخوریم میرسیم به یه جای، شما هم چاقی ها مخفی میزنی، بیا چون الان از اونجا نگاه کردم ایربگ تو دیدم، من و ایشون تیپ دوییم، ایربگمون هم وا شده. بله میشه ندید تو اینجوری اومد، ول کن راحت خودت باش، صداش کردم گفت جان من این چیه دیگه. خب آره ریلکس. ببین یه بخش عمدهش این بخشه که ما زیر اصولا لباس گشاد، من انقدر بدم میاد اینا که پایینش چش داره، دقیقا این بالا رو در میاره، گشاد واز کلن هم میگه، حرفمون هم اینه، میخوام لباسم راحت باشه. بعد نیا کن یه بخشش اینه که اینو میندازیم زیر دست معلوم نباشه، یه گشادم بپوشی دیگه معلوم نمیشه، این پیرن اسپانیایی ها. ببین نکن خوراکمون اینه، اینو هیچ کاریش نمیشه کرد، گن ببندیم چی کارش کنم، یعنی اینو از هر جایی بدی یه بر دیگه میزنه بیرون، یعنی هر کاری کنی یه تیکره یه جا دیگه میزنه، من فشان اگر پق عبازو، یعنی این یه تیکه رو هر کاری میکن، آبم میخوری، یعنی من نفس عمیق میکشم 1 کیلو چاق میشه. قربونت برم الهی. آخ جون این پشت میندازه. یعنی برگشتش رو اگه میدیدین، من آدم های چاق رو دوست دارم، برگشتش این اینجوری. یعنی خدایی الان من اگه یه آدم لاغر بودم، سیست بک داشتم، بی نمک بودم به درد میخورد؟ نه همین چاقه این ریختی خوبه دیگه. بعد از بچگی هم انقدر لپامونو کشیدن گنده شده، مال چاقیمون نیست. بعد اکثرا آدم های چاق انقدر غذا میخورن،
بعد که میخورم موقعی که گشنه ایم که اصلا حرف گوش نمیدیم. مثلا آمان هم میگه میرام مگه نگفتی نخور اونو اونقدر چرب، اینقدر نمک نزن، نوشابه نخور، این همه برنج دفعه سومت داری میکشی قربونت برم. تازه مامانا که هرچی بخوریم باز میگن چی نخوردی. بعد آخرش همیشه عذاب وجدان میگیریم. بدبخت اونایی که دور و بریامون نشستن، مگه نه؟ میگم نامرد چرا گشتی من انقدر بخورم؟ خب نخور چیکار کنه بدبخت، هی میخوریم تا عذاب وجدان بگیریم. من مثلا خودم یه دوره‌ای رفته بودم دنبال منو بیژن بنفشه‌خا خیلی وقت پیشا یه دکتری می‌رفتیم، اون رفت چاق بشه من رفتم لاغر بشم، خیلی بامزه بود. یه آمپول به اون داده بود که چاقش کنه، یه آمپول به من که لاغرم کنه. بعد بله یه آمپول می‌زدم می‌رفتم دو تا قابلمه برنج می‌خوردم به عشق اون آمپوله. که آمپوله من چیکار می‌کنه آقای غفوریان؟ واقعا چیکار می‌کنه؟ هیچ کاری نمی‌کنه. یعنی این فکره که فقط یه جا عذاب وجدان نشته باشم، من دارم رو لاغریم کار میکنم، دارم رو لاغریه کار میکنم. بعد ابوالفضل من یه راه میرم یه آهنگ چاق برام میزنی، یعنی واسه یه آدم چاق. همیشه جلو میشینیم راحتیم، چون عقبی ها له میشن اگه همه میگن شما بفهم جلو میرم بشین جلو راحت باش تو داشت. همیشه جلو میشینیم راحتیم، خیلی حسنا داره چاقی. خب این خندبانم معلوم باشه. بله طبق آمار بدبخترین افراد افراد 10 تا 12 سال اطراف آدم های چاقن. امو جون، جونم امو، یه چایی برای عمو دم میکنی؟ حالا قدش تا اینجای گازه. من؟ بله عمو، یه چایی برام دم کن قربونت برم. حالا ما تو سالن نشستیم، این بچه هست دیگه اینجا قدش اندازه گازه. عمو من بلد نیستم. عمو جون بگو، یعنی همه رو میگم بهش که نرم فقط دم گاز. اونو بپیچونم و خب فندک بزن صورتتو بگیر عقب. خب حالا کتری رو آب کن عمو قربونت برم. تایشم کلا برداریم. الهی قربونت چقدر پسر خوبی هستی تو ایلیا، پسر داداشم. یعنی ببین یه کارت، این ایلیا سنش کم بود، من برای اینکه دم آبر بانک نرم مثلا 3 میلیون تو کارتم داشتم، 3 میلیون رو به خطر انداختم که بره 50 تومن برام بگیره بیاد. دم ATM وایساده بود، زنگ زده بود عمو یه آقای میگه کارت تو بده من برات پول. گفتم نه نه اون آقای غلط کرد. نه عمو جون، عمو نه نه شما عمو بگیر، آقا بگو برگرد، حاضرم نرم تا دم ATM. اینا جذابه واقعا برای ما، آدم های لاغر اینا رو نمیفهمن. درک میکنی؟ الهی قربونت برم. بعد بچه هم بودیم دیدی کار برای کسی نمی کردیم. بله من با عزتتون یه خورده میشینم. بله صبح که بیدار میشیم ما چاقای ماشاءالله باحال با چشم باز میخوابیم. یعنی من بلند میشم از خواب، چشم بازه ولی خوابم، میفهمم که خب فقط ساعت رو میبینم که خب الان من بلند شم. یه نیم ساعت با چشم باز خوابم موندم صبح، بعد میشینم همه فکر میکنم بیدار شدم، نیم 45 دقیقه نشسته میخوابم رو تختم. تازه عشقش به تهشه که با بدبختی میام تو سالن رو کاناپه. جلوی تلویزیون اون کوسنه هست میذاریم وسط پامون میخوابیم. قبول داری؟ چه حالی میده خدا. من این لوله‌ای ها دارم، این سوسیسی ها دارم. چون میدونی بخش سختش اینه خانم آقایون لاغر، ما چاقا موقعی که میخوابیم اگر اینوری دمر بخوابیم خوابمون ببره دیگه مکافات داریم. حتما باید بالانس کنی، یعنی یه بالش اینجا بذار. آه نه اینور میفته بیرون، نه یه اینجوری داره میفتی. خب یعنی دقیقا ردیف میکنیم. من یه سوسیسی بزرگ دارم. چون که نمیشه کامل رو شکم بخوابیم، مثل کشتی میشیم اینجوری. و یه سی بذارم بغلم. سنگ زیر لاستیک میذاریم ماشین نره، اون مدلی. ماشین عقب عقب نره.
خیلی مخلصی. چاکریم. من یه خاطره خیلی با نمکم دارم، بعد اینو تو میخوای الان بگم یا بذارم برای برنامه بعد؟ دفعه بعد. بله اون خیلی خوبه. دفعه بعد دلتون بسوزه. بفرمایید. عکس با آقای غفوریان. بفرمایید. کم خندیدی ولی درم برم دندونامو سفید کردم. خدا حافظ. یک دو سه موام چطوره خود؟ به 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 به. چند سالتون آبا؟ من 81 سالمه. شما رو هم که نباید بدونی. اصلا نباید بدونی. نه دانش هم اشکال نداره. آره اخمی هم کردید ماشاءالله. اخم سفتی دارید. چه خبره؟ هم خبرون چه خبره؟ اخمی توجه دارید میکنید؟ بله بله. حالا چند سال ازدواج کردید؟ 1343. به به. دیگه از زن و همسر خسته شدین میزنیم به پارک؟ زن همسر نداریم. نداشتین و نداریم؟ نداریم. از اول؟ از اول هم نداشتیم. دوران متأهلی چطور گذشت؟ بسیار دوران خوبیه. بالاخره نه راستشو بگیم، حرفا رو بذاریم کنار. نه دوران بسیار عالی. واقعیتو بگیم. واقعیتش خوبه دیگه. خوب بود. خوب بود، خیلی عالی بود. بسیار زیبا، بسیار عالی. به خصوص گذشتی که با هم دیگه داشتیم. هیچ وقت خدا رو شکر پشیمون نشدیم. هیچ موقع فکر نمی‌کردیم که خداوند یا همچین محبتی رو از دنیا من بکنه. دیگه وقتشه. هر وقت ماهی رو عذاب بگیرین تازه. آها آفرین. زندگی بدون سختی که نمیشه که. تو این 35 سال چند بار دعوا کردین؟ خیلی. دیگه زن و شوهری بالاخره مسائلی داره دیگه. دعوا تقصیر کی بود؟ خانم معمولا شما میگه تقصیر من. آها شما میگه تقصیر خودتون بوده. بله. مثلا چیکار کردین که این قهر تموم شه؟ با یه حرف خیلی ساده. احوال چطوره؟ خوب هستی خانم؟ خسته نباشی. و همه چی از بین میره تموم میشه. به همین سادگی. به همین سادگی. آب میوه میآورد، پذیرایی میکرد. آها پذیرایی میکردی. آره خانم به هر چی میگفتم انجام میداد و به هر حال. آره. آشته کنن ایار مبارک میزنین تا. آره نه. فضولی این دلیل خواسته بوده که تا الان تنها بودین یا نه؟ یا نشد. نشد. رفتین هرچی تلاش کردین نشد؟ نه آدم مورد دلخواه گیر نبود. اگه برگردین به همون 50 و چند سال دوباره با ایشون ازدواج میکنین؟ حالا ازدواج همیشه شیرین بوده. نه میخوام اینم با خود ایشون دوباره ازدواج میکنین؟ حتما. اگر 100 بار دیگه هم زنده بشن باز همین ایشون انتخاب میکنم. ها شریک زندگی رو پیدا نکردین؟ نکردم. اون نیمه گم شده شما عاقبت پیدا نشد؟ نشده هنوز. ولی ممکنه بشه. ممکنه بشه. خانم به جوکای شما میخندن؟ ولی من جوکی نگم، بلد نیستم. تو این 50 چند سال هیچ وقت جوکی نگفتید که ببینین میخندن یا نه؟ یادم نیست. نه جوکی تو اونچنی اهل جوکی نبودم. پس جوکو کی؟ شما جوک میگفتین؟ من چون اهل مطالعه بودم اینا بیشتر مطالعه میکردم اینا گاهگاه یه جور برنامه اگر پیش میامد براشون تعریف میکردم لبخندی میزدم. ولی ادایی که من در میارم اونو باعث خنده هم میشه. ادا در میاری؟ سلام اندوشیم. بزرگترام اقدام نکردن نگفتن که من با خودم بودم. من تو آمریکا بودم 37 سال با خودم بودم. اگه ایران بودین تا حالا حتما هر جوری بود دست رو بند کرده بود. حتما زلتون میدادن. آره آره. روز خوبی داشته باشین. خدا به شما به سلامت. اگر ترکت کنم از بی وفایی بکش خنده سرو از تن جدا کن از تن جدا کن.
اینو باز به همدیگه یادآوری بکنیم که تمام شهروندای شهرهای بزرگ، مخصوصا شهروندان محترم تهران، لطف بکنید که از وسایل عمومی استفاده کنید، وسایل نقلیه عمومی مثل اتوبوس، مثل مترو، مثل تاکسی و تا جایی که ممکنه از ماشین‌های شخصیتون پرهیز کنید در طول روز و واقعا یه مقدار به فکر سلامتی و اعصاب و روان خودمون باشیم و همینطور اطرافیان. اینجوری خیلی خیلی وضعیت بهتری پیش میاد و این ماشین‌های تک سرنشینی که الا ماشاءالله در سطح این شهر دارن جابجا میشن، که خیلی هم جابجا نمیشن، انقدر ترافیک هست که دیگه جابجایی خیلی کنده. سعی بکنیم که رعایت بکنیم، با هم دیگه آواز بخونیم به مناسبت اینکه ماشین‌های تک سرنشین کم بشه. آماده؟ همه هم میگیم یک دو سه چهار برو. یک دو سه چهار. قطر قطر خنده ها تو بریز وسط، هر یه دونش یه امتیازه واسط، خنده توی مشتمونه مثل خمیر، اگه به بازی غصه میگه بمیر، قرار بینمون یادت نره، با خنده قیافت با حال زره، هی هی نگو غرق مشکلم، بهشون فکر نکن اینجا بهتره. کم کم غصه ها تو بریز دور، زیر چشمی نگاشون کن از زور، یکی یکی دارن از دور میشن، کم رنگ میشن بی حرف زور، قرار بینمون یادت نره، با خنده قیافت با حال تره، هی هی نگو غرق مشکلم، بهشون تو یه قراری با ما گذاشتی، زود بگو قهری آشتی، وقت گفتنت دیگه تموم شد، ما دیگه با هم هستیم آشتی، قرار بینمون یادت نره، با خنده قیافت با حال زره، هی هی نگو غرق مشکلم، بهشون فکر نکن اینجا بهتره. ما خیلی باحالیم. شما خیلی خیلی باحالین. ماشاءالله به شما. قات. چرا؟ قات بده آقا. بابا فکر خودت نیستی، فکر برنامه ما چیکار داری میکنی رامبو جوون؟ شما به اجازه کی کات دادی؟ به اجازه کی؟ به فکر شما من. چون بدون هیچ علمی که امروز چه اتفاقی ممکنه بیفته همینجوری داری برنامه رو بری جلو. این حرفا چی هستن؟ نباید این کارو بکنی ها. من در معرض چه خطری ام؟ اینا عزیز من، یعنی چی هستن این حرف؟ نه. شما دی نیستی. خب تو این روز ویژه، یعنی امروز. خب شما بیشتر از 10 تا تصویر نمیتونی بگیری. ولم کنی مزخرف. 10 تا سکانس میتونی بگیری. آقا ولم کنی مزخرفات. حالا چی ولم کنم؟ باش حالا. این چرت و پرت چیه؟ آقا از این مجله پرت و بلاست. پرت و بلا چیه؟ مجله طالبینیه. چیش پرت و بلاه؟ مجله طالبینیه، مال ماهه. تو این روز نباید شما بیشتر بگیری. آقا اینا همش دریوریه، ببخشید اینجوری میگم ولی واقعا دریوریه. برای عوامل هم حادثه ساز میشه. چرا یهو شب همشون با هم منفجر میشن اگر ادامه بدین فرمونو؟
چرا گوش نمیدی؟ تو چرا اینقدر خرافاتی شد؟ خرافاتی نیستم آقا، نوشته دیگه. الان شما چند تا تصویر گرفتی؟ چه میدونم یه عالمه. خب دیگه ببین چه بلایی سرمون میاد شب. تی کن با آدم. تی کنم؟ چرا گوش نمیدی؟ دهی ما یه خسیس لجباز. چرا با من اینجوری حرف میزنی؟ چه جوری حرف زدم؟ تو همش داری به من حمله میکنی، به من اراده علکی میگیری. مال ماهتونه دیگه، یه توضیحی داره ماه شما، عنصر وجودی داری شما، اصلا داری برخلاف اون عمل میکنی. یا دیت علکیه یا دیت واقعی، خودت میخوای علکیش کنی. تو کی اردیبهشت؟ اردیبهشتی ها گفته نشده که خیلی روشون زیاد شده؟ نه جدیدن تو این روز؟ نه تو این روز اردیبهشتی پر رو وجود داره؟ آقای شاه حسینی اردیبهشتی نه چیزی ننوشته. آقای دانیال بیاین، بیاین بچه بیاین آقا رو ببرین. بله 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 واقعا ببر آقا، ببر آقا. خواهش میکنم. بله 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 خدا بله 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 من خواهشی دارم، خواهش میکنم. چه صدای خود دارم؟ بله 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 به التماس افتادم دیگه، نبرم منو بیرون. چرا؟ برو دیگه. نرم، نمیشه اصلا، خوب نیست. یکیشون به خاطر اینکه اسفند، یکیشون خردادیه، خوب نیستش. نباید این دوتا ما بیان دست بزنم به اردی بهش. بذار من یکی انتخاب کنم، اصلا میرم بیرون. بذار دیگه. بفرمی. انتخاب کنم؟ بله. نگاه کن، برای بیرون رفتنم باید یکی انتخاب کنم. خودت میخوای. مشکل خوب درست میشه برام. شما باشو. چه ماهی هستی؟ بیا، بیا آبان که خوب. شما چی؟ ایول. فروردین آبان. دوتا واجد شرط برای بیرون مردن من. بگیرینش. ببرین. نه نه. یه لحظه نه. برو نبرن. بگو نبرن. اینا هم نبرن. ببر آقا. برو بس دیگه. بگو نبرن. نبرن. دیوانه خرافاتی. آقایم خیلی ممنونم. بریم بیاییم. یک دو سه چطوره؟ مهمان امشب ما میخوام با افتخار دعوت بکنم که تشریف بیارن تو، ولی اجازه بدید اول یه چند تا چیز بگم. ایشون یک بازیگر بسیار 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 خوب، درجه یک و کار درسته، ولی من نیستم. جایزه بازیگری داره، سیمرغ بازیگری داره، ولی ترانه علی دوستی نیست. مقدمیه ولی سامان نیست. شبنمه ولی قلیخانی نیست. همه چیشو گفتم. دعوت میکنم با افتخار از بازیگر بسیار خوب، سرکار خانم شبنم مقدمی. سلام و عرض ادب خدمت شما و همه دوستان. بفرمایید. حالتون چطوره؟ متشکرم. یه حال احوال قشنگ بلند بکنید لطفاً، جواب بگیرید. سلام خدمت همگی. سلام. خیلی خوشحالم که در خدمتتونم، خوشحالم که میبینمتون از نزدیک. مخلص. سپاس. و سلام خدمت بینندگان عزیز و نازنین توی خونه و خوشحالم که در خدمت شما.
خیلی هم عالی. ما هم خیلی خوشحالیم شما اینجا. خیلی شما بازیگر خوبی هستین. لطف شماست، متشکرم. والله به خدا. مرسی. شما همیشه هم به خندوانه محبت دارید. اختیار دارین. خندوانه به بنده محبت دارید. اختیار دارین. نه، شما همیشه با خندوانه دوستی و یاری کردین. این خیلی برای ما ارزشمنده، همینطور برای تمام خندوانه‌ای که برنامه رو می‌بینن. اجازه میدین براتون هندوانه بذارم؟ چرا که نه. خوش میکنم. متشکرم. باعث افتخاره من. اختیار دارین. خب بفرمایید که به نظرم این مرتب‌تر تمیزتره. متشکرم. خوش میکنم. بفرمایید که اینو بذارم. به نظر بله شیرین میاد. متشکرم. همشون شیرینه. خیالتون تر. متشکرم. چاکریم. خانم شما اول رادیو رفتین؟ یعنی با رادیو شروع کردین یا نه؟ نه، با تئاتر شروع خب. کردم. ولی تلویزیون و رادیو رو اول با رادیو شروع کردید بعد تلویزیون؟ نه، با تلویزیون شروع کردم. سینما و اول یه دی رادیو اینجا هیچ اولی وجود نداره در رادیو. اتفاقا چرا؟ اتفاقا اول با رادیو شروع کردم بعد اومدم تلویزیون. آها. خب بعد کار هیجان انگیزی رادیو؟ خیلی. خیلی وقت نمی کنی؟ فکر کنم 4-5 سالی میشه که نرفتم. این اما تو 4-5 سال بیشتر؟ بله. جدی؟ بله. چیکار میکردین؟ کار نمایشی میکردین؟ هم مجری بازیگر بودم، هم بازیگر تنها، هم مجری تنها. بعد یه جنگای اجرا میشد، الان هم هست. و یه مجموعه بازیگر بودیم که روزای تعطیل حتما یادشونه هفت شنبه رو. بله. از شبکه جوان. یادتونه؟ و هیچ کس گوش نمیداده. خب حتما هیچ کس یادش نیست هفت شنبه رو. ما یه برنامه داشتیم اسمش هفت شنبه بود و از این کارا دیگه، یه مجموعه ای. خیلی هم عالی. و بگید که الان میتونی یه چیزی برامون تعریف بکنید با همون جنس صدایی که تو رادیو اجرا میکنید؟ چون یه قطعا یه ذره شاید یا انرژیک تر یا یه ذره تیپیکال تر رفتار میکردین یا نه؟ بستگی به نقشی داشت که قرار بود بازی کنم، ولی وقتی مجری هستین خب به هر حال خیلی بعد یه جستی داره دیگه. این که مثلا اگه من خواستم اینجا سلام علیکم کنم، گفتم سلام به همه، بعد میگفتم شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، امیدوارم حالتون بسیار خوب باشه. این یه ملودی داره که یه ذره شیک‌تره دیگه از همینجوری حرف زدن. ما گوشامونو میگم گوشامون گوشاتون بگید ما گوشامونو میگیم شما چیز تعریف کنید. نه ما چه مزخرفی گفتم. ما چشامونو میبندیم، شما برای ما با اون لحن یه چیزی تعریف بکنید، ما تخیلش کنیم. آمادگی دارین؟ بله. به به، چشا بسته؟ من یه قلوب آب بخورم، چشام بدم تشنه میشه. ما در خدمتیم. خب شنوندگان عزیز، امیدوارم که عصر بسیار زیبایی داشته باشید. زمستان بسیار زیبایی براتون آرزو میکنم. آرزو میکنم آسمان شهرمون از اون چه که این روزها داریم میبینیم آسمان پاکیزه تر و زیباتری باشه، نفس کشیدن برای هممون ساده تر و سهل تر باشه، هممون سلامت و دلخوش باشیم، حال دل هممون خوب و خوش باشه، زمستانی نباشیم ولی زمستانمون زیبا باشه. خیلی قشنگ. ممنونم. ببود خیلی واقعا خیلی به خدا خیلی قشنگ بود. دمتون گرم. خواهش میکنم. هم یه یادگاری، یادی از روزای رادیو. آره رادیو خیلی جادوی عجیبی داره. آره ببین تمام ابزار رو از آدم میگیره، هیچی وجود نداره به جز صدای شما و گوش شنونده. آره بعد مثلا دیدین الان چقدر میشه راحت مثلا باریدن برف و تخیل کرد. آره. مثلا هوای پاک و تخیل کرد به همه اینا. واقعا. و من حتی فکر میکنم که مخاطب رادیو رو دقیق تر گوش میده تا مخاطب تلویزیون رو دقیق تر ببینه. من خیلی ها رو میشناسم موقع یه برنامه تلویزیونی یه کاری انجام موبایل سرشون تو موبایلشون اینا دارن سریال گوش میدن مفهوم. یا اینکه خیلی راحت یه چیز میخورن اونور نگاه میکنن، یعنی انقدر دقیق نگاه نمیکنن ولی گوششون همیشه فعالتره. و مثلا توی خونه ها، توی ماشین، خود من خیلی وقت رادیو گوش میدم. مثلا من اصولا تو ماشین رادیو زیاد گوش میدم. خیلی آدما در حینی که دارن کار میکنن ولی گوششون رو واقعا سپردن به اون چیزی که از رادیو داره پخش میشه. بله. اولین باری که خودتون رو تو تلویزیون دیدین چه حالی داشتین؟ وای فکر میکنم که این مال خیلی سال پیش، الان بگم سنم معلوم میشه، ولی
سال بگین بذار معلوم شه، بذار یه بار بفهمیم شما چند سالتونه. من متولد فروردین 1351م. تموم. به این میگن یه زن قدرتمند. با متانت میپذیرم که فروردین ما میشه 45 سالم، فروردین 96 میشه 45. ماشاءالله. خیلی متشکرم. من اول دی شو 45 سالم. اینقدر اختلاف سنی میکنم. میگم از من خیلی بزرگترین شما آقای جوان. نباید میگفتم الان اینو ببخش. آخ معذرت. حالا من اول دی 50 هم خانم. اصلا هم به این نمیاد. هزار ماشاءالله. هزار ماشاءالله ولی میاد بهشون. هزار خانم ادامه شاءالله. بدید بحثتون رو. اولین باری که خودتون رو در تلویزیون دیدید. والا فکر کنم که مثلا سال 70 بود یا 71 چیز شبکه 3 تازه راه اندازی شده بود، بعد اصلا سیاستش در واقع جوانگرایی و برنامه سازی برای جوانان بود اون سالها، و بعد یه جنگی تهیه می شد که آیتمای نمایشی 20 دقیقه 25 دقیقه داشت، اونا رو آقای مسعود رشیدی می ساختن به اسم زیر سقف امید اسم مجموعه بود. خب. بعد من یکی دو تاشو بازی کردم و بعد مثلا ما بچه تئاتری بودیم، خیلی برامون تصویر و تلویزیون اینا مهم بود دیگه. آره عجیبه. آره خیلی. بعد خودم دیدم اول یه ذره جا خوردم، بعد فکر کردم اصلا هیچ وقت دیگه نباید من کار تلویزیون تصویر. نه بابا اینقدر یهو تو ذوقم خورد، فکر کردم خیلی بعدم برای آره یهو اولین بار آدم جا میخوره تو ذوقش میخوره. واقعا تو ذوقم خورد. بعد یواش یواش هم گفتن نه دیگه اینقدام بد نیست و مثلا خب بعدم خیلی تجربه عجیبی بود اون سالها. خیلی تجربه عجیبی بود و خیلی هم خوشحال بودم که این اتفاق برام افتاده. اصلا تونستم قاب تصویر رو درک کنم، چون برای ما همیشه گسترده بود دیگه، صحنه بود همه چیز. آره. بعد ولی آره اولین برخورد این بود که با اینا من دیگه هیچ وقت با تصویر نمی‌کنم. حسم این بود. شما فکر می‌کنی شبیه کدوم بازیگر ایرانی یا خارجی؟ خارجی گمان میکنم که خودم البته احساس نمیکنم، دیگران اینو خب. میگن شبیه خانم ماریون کوتیلارد. نه بابا راست میگین شباهت داره. میگم یه دیگرانی به ماریون کوتیلارد. آره شما فرانسه‌اش رو گفتید. آره راست میگین شباهت داره. آره. ای خیلی هم شباهت داره. ماریون کوتیلارد. راست میگه هرچی گذشت به نظرم بیشتر شد. چرا نفهمیده بودم تا حالا؟ من معذرت. مر سنم. ولی به شما الان باید تعریف کنم، به شما هم نمیاد آقای جواب که شب یه ماقی هم گودی هم باشه. نه نه که سنتون خب میتونی یه ماجرای بامزی موقعیت بامزه برامون تعریف کنی؟ که اینجا بیستیم مثل مثلا استنداپ اینا مثلا. خب ممنونم از شما. من دوستم ازدواج کرده بود، بعد من میدونستم که ازدواج کرده ولی نه همسرشون رو دیده بودم نه حتی عکسی از ایشون دیده بودم، فقط میدونستم بعد از سالها که داشتم ایشون رو میدیدم در واقع میدونستم که ازدواج کرده. بعد ایشون از یه فاصله چون توی فرودگاه بودن به من نزدیک شدن و من همسرشون رو همچنان نمیدیدم. بعد اومدن و بغلش کردم و خب مدتی بود همو ندیده بودیم و روبوسی و چه کردی و وای چه خوشحالم که ازدواج کردی و فلان، گفت من تمام تلاشمو کردم برای اینکه به تو نگم با کی ازدواج کردم، هیچ عکسی برای تو نفرستم، هیچ چی نگم بهت برای اینکه این لحظه رو از دست ندم که تو سورپرایز بشی، شگفت زده بشی و غافلگیر بشی از اینکه. و من خب گفتم چقدر خوب و چقدر خوب کاری کردی که من عاشق شگفت زده شدنم. و همین که داشتیم با هم دیگه این معاشرت می‌کردیم یک آقایی از دور اومدن که اصلاً تصور نمی‌کردم که همسر دوست من اون آقا باشن و من آقا رو به یک دلایلی دوست نداشتم. گفتم اسم دوستم بگم معلوم میشه کیه؟ نمیگم. حالا مثلا گفتم مریم. مریم. گفتم مریم من میچرخم که این آقا رو نبینم. گفتش که چرا؟ گفتم من میخوام با این آقا سلام علیکم حتی نکنم، به دلیل اینکه اینجوری که توی 3 ثانیه هر چی که یادم بود که چرا این آقا رو دوست ندارم به این دوستم گفتم. اونم داره میاد، داشت میومد به سمت ما. بعد این دوست منم با دهن باز تا میومد حرف بزنه که گفتم ببین بعد اینجوری کرد. بعد من حالا می‌خواستم بسر کنم، حالا بذاره مرتی که عوضی رو نه
واقعا نه، واقعا اینا رو نگفتم، چون مثلا سعی میکردم حالا عفت کلامم هم نگه دارم که عصبی نشم مثلا یه چیزی هم بگم. تو که حال بذار من بگم رو تو کنیم و اونم هم میتونیم کرد. ببین اون همسرمه. فال نه جایی برای انکار بود، نه جایی، فقط میتونستم بگم من خیلی غلط کردم. فقط میتونستم بگم من خیلی ایشالله خوشبخت بشی، خیلی معذرت میخوام، ایشالله خیلی من دست گله که آورده بودم اینطوری آویزون روم نمیشد اونو بدم بهش و خیلی خیلی شرمنده. از اون به بعد واقعا هی دارم خیلی دقت میکنم و هر دلیلی از دست هر کسی ناراحتم اول میفهمم با کی ازدواج کرده. ممنونم. بفرمایید. ببخشید اگه بیمزه بود و من خودم گفتم اصلا خیلی هم بامزه بود. خیلی هم بامزه بود. خودم گفتم که خیلی اصلا خیلی هم خوب بود. خوب خودم شما غیر از سیمرغی که در جشنواره 3 سال پیش 32 درست میگم؟ بله بله. 3 سال من بودم شما وقتی جایزه رو گرفتین. غیر از اون جایزه دیگه بازیگری گرفتین؟ بله، سال پیشم بازی سیمرغ دیگه گرفتم. آها، ای بابا راست میگی. برای نفس و زاپاس پارسال جایزه گرفتم، اون سال برای فیلم امروز گرفتم. بله یادمه. و خب جایزه منتقدین گرفتم، جایزه سرو نقره‌ای سیما رو گرفتم، بهترین بازی زن سیما. اون برای کدوم کار بود؟ برای فیلم قصه من و دوچرخه بابام. یه فیلم ژانر کودک نوجوان بود. چیز بامزه‌ای داره. بعد آره فیلم بامزه‌ای بود. آقای فیاض موسوی ساختن. موقعی که جایزه گرفتین، اینو می‌خواستم بگم. موقعی که جایزه‌تون رو گرفتین، هول شدین؟ هرچی که دلتون خواست و گفتین؟ نه 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 واقعا یه دفعه هایش آره هول شدم، ولی یه وقتایی هم نه، مثلا خیلی مسلط بودم، مثلا تو جشن منتقدین خیلی دیگه مسلط و این کار دیگه مثلا یاد گرفتم. ولی اولاش که مثلا جایزه میگرفتم، مثلا تئاتر که جایزه میگرفتم اولای کارم و اینو، اصلا شروع میکرد انگار نه انگار که من همونی هم که خب رفتم رو صحنه که جایزه گرفتم دیگه، دست و پا لرزون و اشک و بغض و کار کرد جایزه گرفت چیه ولی آروم باش. آره ولی نه الان دیگه یکم مسلط شدم. الان میخواین که یه دور برامون اجرا کنید نقش ما تو رو خدا سخته. تشریف برید اونجا، من صدا میکنم برنده جایزه بهترین بازیگر زن در این دور از جشنواره نه نه شبنم مقدمی. خب بیاین بالا بعد واسین برای همه سخنرانی کنید، تشکر کنین از هر کی میخواین. دیدین از همه جهانم تشکر میکنن، مادرم، خواهرم، برادرم، پدرم، همسایه، اون نه من من واقعا هر دو دفعه یک بارش رو فجر رو دارم میگم. بار اولی که جایزه گرفتم پدرم زنده بودن، جایزه رو پدر مادرم تقدیم کردم. بار بعد پدرم فوت شده بودن، به روح پدرم تقدیم کردم. خیلی ممنونم. روحشون شاد باشه. روح رفتگانتون شاد. شما هم سلامت باشید همه خانواده. تشکر. یعنی همه اینا رو هم گفتم بعد برم. خانم ها آقایان، با افتخار در این لحظه میخوام جایزه بهترین بازیگری زن این دور از جشنواره فیلم های را رو که نمیدونم جشنواره چیه تقدیم بکنم به یک بازیگر بسیار خوب. این جایزه تعلق میگیرد به سرکار خانم شبنم مقدمی. خیلی متشکرم. متشکرم. خیلی ممنونم از همگی. آیه جوان شما گفتین که این جایزه چرا میخندین؟ جایزه ارزشمند منو. جایزه ارزشمند منو برای چی میخندین بهش؟ عذرخواهی میکنم. خواهش میکنم.
از هیئت داوران محترم خیلی متشکرم، از آقای جوان که لطف کردن و در واقع من رو شایسته داشتن این جایزه ارزشمند دونستن خیلی ممنونم. از اساتیدم تشکر میکنم، از خانواده محترمم تشکر میکنم که من رو در تمام طول عمرم همیاری و همراهی کردن. خانواده محترم رجبی و همین دیگه، خیلی ممنونم. من فقط همین یه جایزه رو نداشتم در کلکسیون جوایزم و خیلی خوشحالم که الان این رو هم دارم و میتونم در واقع کنار جوایزیگم به این جایزه عزیز و ارزشمند هم ببالم. متشکرم از شما. متشکرم. خیلی متشکرم. نمیدم بهتون جایزه خودم ارزشمند. شما جایزه خندوان است، بازیگری در خندوانه. خیلی متشکرم خانم، خیلی عالی بود. متشکرم از شما خانم. فیلم ابد و یک روزی که شما بازی کردید چقدر فیلم خوبیه. باهاتون موافقم واقعا. چقدر فیلم خوبیه. بله کاملا 100%. یعنی سعید روستایی رو من واقعا خواهش کنم تشریف کنید. یک جوون، اینقدر جوون و اینقدر کم سن، 26 7 سالگی فیلمو ساخته. 26 سالگی فیلمو ساخته. همچین چیزی باید باشه. یه عشقی توش بود. بین همتون؟ آدم‌ها عاشقانه همو تایید می‌کردن، تصحیح می‌کردن. باریکلا. در حین کار. واقعاً. این به نظرم این خیلی نکته مهمه. عالیه، عالی. معلومه، باید این باشه تا یه اتفاق اینقدر ویژه اتفاق بیفته. و اگر اجازه بدید میخوام بگم که شاخص‌ترینتون هم در بازیگرها من بگم. بفرمید. نوید محمدزاده. اینا رو باز کنین، سوالو بخونین، جواب بدین. یا خدا پاشم اجرا کنم. بگین. تا حالا شده بابت تخلفات راهنمایی رانندگی جریمه بشی؟ بله. و اصولا اهلشین؟ نه. آها. نه واقعا. یعنی اتفاقی شده؟ راست میگین؟ بله. دیرتون شده از تو ممنون نرفتین؟ نه. نه واقعا نه. بعدی. تا به حال از ماشین آشغال بیرون ریختی؟ نه به زرس قاطع. نه 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 نه. آفرین. ممنون. هیچ وقت. هیچ وقت. این میتونم، اینو میتونم قسم بخورم که تا آخر عمرم اتفاق نمیفته. اینو، اینو میتونم قسم بخورم. بازم تشویق. تا حالا یه بچه شیطون رو توی مهمونی بردی یه گوشه تهدیدش کنی؟ نه. نه واقعا. اینم اینم میتونم قسم بخورم تا آخر عمرم اتفاق نمیفته. خانم قسم نخور. قسم یه وقتی یه بچه تو مهمونی انقدر دیوونه بود، انقدر اذیت کرد، انقدر رو اعصاب شما رفت، میگه عزیزم یه لحظه بیا. نه بخدا گوگوچی موماسی یه لحظه بیا اینجا ببین، یه بار دیگه بیای با من لگد بزنی، همچین گوشاتو میگیرم دو دور تابت میدم. ببینین اینو مثل فرفره به چرخی راجع بچه‌ها میتونم. من فیلم قبلی که کار کردم فیلم کودک بود، ما 5 تا بچه خورده قد و نیم قد داشتیم سر کار که یه وقتایی مثلا همه داشتن موهاشونو میکندن از دست اینا، بچه‌ها به هم که میافتادن من اصلا گفتم بیاین با هم دیگه بریم بازی. راست میگی؟ یعنی پا به پاشون. اینم میتونم از اون چیزایی که قسم بخورم شخص نمیتونم. اینم تشویق بده. مرسی. تا حالا آدامس به زیر صندلی یا میز چسبوندی؟ نه واقعا. نه؟ نه من چسبوندم. خب کار بدیه. واقعا نمیدونستم باش چیکار کنم، بعد به سر خودم میچسبوندمش. قورتش بدین ولی نه. نه قورت نمیدادم خانم، میره میچسبه به یه جاهایی واقعا. من اصلا دوست ندارم آدامس قورت بدم. دوباره برگشت سر جای اولش. تخلفات رانندگی. حله. ممنون. بریم برگردیم. خانم شبنم مقدمی عزیز و محترم باید دارت پرت کنن ببینیم چه امتیازی میگیرن. خیلی بی استعدادم. قبلش بگم. یک دو خان بگید. یک دو سه بگیم بریم بیایم. بلند. من بگم. آره. یک دو سه بریم بیایم.
خانم آقایان، مهمان امشب خندبان شبنم مقدم بازیگر بسیار خوب. ممنونم، متشکرم، از شما متشکرم. آماده؟ بیرون پر ببخشید. خب خیلی عالی. ببخشید گفتم اولش من بی استعداد ترینم. مختصم اختیار داریم. اخ، اسمتون رو کی انتخاب کرده؟ پدرم. روحشون شاد. خیلی متشکرم. چند تا بچه این؟ دوتا. و دیگری؟ برادرم رو شما دیدین، بهنام رو؟ فکر میکنم. آره. بله. آره. آره. به طالبینی اعتقاد داریم؟ طالبینی؟ نه واقعا خیلی نه. مثلا یه چیزش بامزه است دیگه. مثلا فروردینی ها چه ویژگی هایی دارن از اونجایی که میدونیم؟ مستقلن، خیلی خیلی گاهی خود رأین، گاهی احساساتین، مهربونن، فلان. خصوصیت تمام خانوم هست اینا که میگی؟ خود رأین، احساساتین، بعد دادن، مستقلن. از آقایون وای چه خوبین، هیچ کدومتون مستقل خود رأین نیستین. ما افتضاحیم. من با تازه با اون همین شکلی که شما تعریف کردین هم تعریف نکردم، ولی همون کارایی رو داشت. مگه نه خانوما؟ من برای شما دارم دست میزنم. مرده چرا دست دادن؟ خب برای این که میدونی واقع بینن. مرده نونو چرا دست دادن؟ یعنی چی؟ واقع بینن آقای جوان. واقع بینن چیه؟ آفرین. مردا دست بزنن. خیلی عذر میخوام، عذر میخوام، ببخشید. خانوما لطفا دست بزنن. من معذرت میخوام ازتون آقای جوان. سنتون برای این که برای اینکه روابط خانوما برای که روابط خانم آقایون همه چی خوب بشه، خانم آقایون دست بزنن. دست بزنن. آخه چقدر خوش گذشت. آشپزیتون چطوره؟ بد نیست، دوست دارم آشپزی رو. آشپزی کردن دوست دارم. اصلا کار خونه‌تون خوبه؟ بد نیست، آره. ببین چون آره، چون تخصص به عنوان بازیگر خوب خیلی خوبین. و اینکه عکاسی خوبم میکنین. تو خونم کارا رو خوب انجام میدین. همسرتونم کار خونش خوبه؟ ان شاءالله که نمیبینه برنامه افتضاحه. نه. جارو برقی. کمک میکنه ها، دروغ نگم. کمک میکنه ولی اصلا نه علاقه‌منده بهش. مثلا آشپزی من یه بار تو عمرش مثلا یه غذا پخته هنوز اونو با هی مطرح میکنه. آره. یادته من یه بار خورشت کدو پختم؟ خب بازم بفرست دیگه، یه بار پخته خوب بود با... نه اه خواستم بیدم چه جوریه. نه نه اصلا، یعنی تخم مرغ نهایت لطفیه که به من خودش میکنه. آفرین. این سوالایی که میکنیم اصلا این بازی زن مرد کارخونه فلان اینا، من یه بار برای همیشه بگم این تکلیف روشن شه و خدای نکرده از این سوء استفاده های بی خودی نشه. یه بار من از خانم علیزاده تکواندوکار کیمیا علیزاده پرسیدم که در سنین در مثلا 20 سال پیش 20 سال پیش چیه؟ گفتم در 20 سال آینده، 20 سال بعده، تصور و تخیل کن 20 سال بعده داری چی کار میکنی؟ فکر کرد گفتش که دارم ارتوپد شدم، متخصص ارتوپد شدم، دارم تخصصم انجام میدم و دیگه ورزش نمی کنم. گفتم خب بچه و اینا چی؟ گفت نمیدونم. بعد من به این برام سواله واقعا که چرا آدم ها به تشکیل خانواده فکر نمی کنن. خب که از نظر من تشکیل خانواده از نظر همه جهان تشکیل خانواده چیز مهمیه، محل امن هر چیز مهمی، آره هر چیزی، بخشی از زندگی آدمی. و اینه بگم تکلیف روشن شه، من نه مدلم اینه که زن ها مرد ها یا زن تو خونه مرد بیرون، اصلا مدلم این نیست واقعا، اصلا نیست. من اینجوری زندگی نکردم هیچ وقت.
همینطور در خانواده هم، در خانواده پدری و مادری هم اینجوری رفتار نشده. پدر من فراوون، من با چشمام و لحظات فراوون دیدم پدرم داشته آشپزی میکرده، لحظات فراوون دیدم پدرم داشته ظرف میشسته، لحظات فراوون پدرم داشته اتو میکرده. و این همینا همه ما، این رفتاری بوده که همه ما تو خونه میکردیم. پس این آخه یزد عاشق این برداشته اینجوری هن که زن رو میخوان تشویق کنن بره تو خونه بشینه کار خونه بکنه. این همون صف همونه که میان مثلا هره. اگه من با مثلا کلاه آشپزی عکس بذارم یا مثلا هره. با کفگیر حتما میام گه آها این حتما هدفش اینه که آها تو میخوای ما رو تحقیر کنی. ببین نه من دوست دارم آشپزی رو، آقا به خدا دوست دارم، یعنی کاری که خستم نمیکنه و یه جور مثل مدیتیشن میمونه و من حال منو خوب میکنه. اون خلاقیتی که توی این قاطی کردن مواد غذایی با هم هست درسته. حال منو خوب میکنه. قول میدید بیرون از اینجا چیکار بکنید که احساس خوشحالی بکنید؟ خودم احساس خوشحالی کنم، خوشحال نه. باشم، دیگران رو خوشحال کنید. بیرون از اینجا نمیشه مثلا یه کاری کنم که همین دوستان خوشحال باشن؟ بیرون از این استودیو باید باشه الان، یعنی منظورت الان این کارو بکنی؟ نه یه قولی مثلا بدم در یک روز دیگه، در یک روز بگین دیگه. اینجا کی تا حالا تئاتر ندیده؟ هیچ وقت سالن تئاتر نرفته؟ نرفتین تا حالا؟ خب این دوستان مهمون من یه نمایش نه بابا آره. خوبه؟ فوق‌العاده است. معلومه که عالیه، این فوق‌العاده است. میدونی چه تجربه براشون و چه یادگاری براشون میمونه. من دوست دارم تشویقشم بازم برم ببینم. همین دوست دارم یه کسانی تئاتر رو از نزدیک آره. ببینن و تجربه کنن، شاید به قول شما دوست داشته باشن ادامه آره. بدن. از پدر چه یادگاری در ذهن و روحتون مونده؟ چی ازش یاد گرفتین؟ خیلی چیز ازش یاد گرفتم. یه چیز خیلی ویژه‌ش رو به ما یاد بدین. پدرم بسیار آدم بزرگواری بودن. خیلی راحت میتونستن ببخشن و بگذرن. من دارم تلاش میکنم که این اتفاق رو تو خودم ایجاد کنم. تمرین زیادی لازم داره. ممنونم. خیلی ممنونم. الان بگم لبخند بزنین، آماده این لبخند بزنین؟ بله. بابا با بله. قهرمان. بعد 10 ثانیه لبخند بزنید و رای جمع کنید برای خودتون. 10 ثانیه بشماریم. 1 2 0 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. خیلی بامزه بود. آقای شاه حسینی هدایا رو لطفاً بیارید خانم، میخوام چند تا هدیه بهتون بدم. لطفاً اینا رو این از اون بخشایی که من خیلی دوست دارم. راست میگین؟ اینا رو بپذیرید چون کاملاً با احترام فراوان و از صمیم قلب داریم تقدیمتون میکنیم. متشکرم. میدونید که ما شما رو خیلی خیلی دوست داریم و خیلی براتون احترام قائلیم. متشکرم. من به عنوان هم دوست، خدا رو شکرین افتخار به من دادین، هم همکار. متشکرم از شما. و خیلی خوشحالم. مخلصم. متشکرم. متشکرم. به همسر سلام برسونید. حتماً. به خانواده سلام برسونید. کادامو بدین زودتر. هی اینجوری میکنین سلام. علیرضا فانی یک عکاس بسیار بسیار خوب و درجه که مملکتمون کتابهایی رو به با تعداد نسخه محدود برای مهمانهای خندوانه چاپ کرد و آماده کرد از آثار خودش که این یکی از اونهاست به اسم آبی باش. خیلی متشکرم. مخلصم. این هم یک اثر در ادامه همون. خیلی متشکرم. تقدیم شما. من یک وقتی یک چیزی نوشتم اسمش عنوانش بود ما تهران را کشتیم تهران ما را میکشد. وقتی که ببینید وقتی با برجا راه عبور و مرور نسیم بسته شد، وقتی این همه ماشین تک سرنشین شما میبینین، وقتی که نمیدونم اتومبیل سواری برای هممون شده یه پوز، هممون که میگم خودم هم دارم میگم نقد به کسی نیست، و همه اینها، خب ما تهران رو کشتیم. چند سال پیش یادمه که کلاغ ها از آسمان تهران رفتن به دلیل آلودگی هوا. این خیلی چیز دردناکیه. ما تمام چنارهای تهران رو از بین بردیم، برج ساختیم به جاش، نمیدونم چیکارش کردیم. بعد تهران حق داره از ما انتقام بگیره. بله میگیره. داره این کارو میکنه. میگیره.
میگن شهری که پرنده نداشته باشه برکت ازش میره. امیدوارم تهران این اتفاق بهش نیفته. آره. حامی برنامه 780 میلیون گیرم نیامد. یادم افتاد. هدیه داده که تقدیمتون میکنم. خیلی متشکرم. ممنونم. و در این حال عشق عزیز دل ما خندوانی ها رو تقدیمتون میکنم، در منزل ازش نگهداری کنین. حتماً. در کنار همه اون جوایز حتماً به اندازه همون ارزش داره. فکر کنین نبرم. آره. خیلی متشکرم. خیلی متشکرم. خیلی ممنون. خیلی ممنونم از همگی. مرسی از شما. متشکرم. خانم بعد خدافظی هم بکنین. آها. برای مردم عزیز ایران آرزویی دارید در این لنز بفرمایید. اولین آرزوم براتون سلامتی، حال خوب، خوش روزی بودن، خوشبخت بودن. الهی آمین. واقعا الهی آمین. مردم عزیز ایران ما شما رو خیلی دوست داریم. خیلی. شما خیلی قشنگی. خیلی. خدا شما رو خیلی حفظ کنه. خیلی. آرزو میکنم مثل هر شب سر حال و قبراق در کنار خانوادتون پر روزی، سلامت و راضی و کیف کنین و حال کنین و بخندین و ما رو هم تماشا کنین. مخلصیم. رو به اونجا میگیم شاید باشید بگید یک دو سه. یک دو سه شاد باشی. اون چیه که میره جلو بازمونه، اون چیه که همه رو میخندونه، خندوانه میبنه از هوش خندت کوش، خندوانه هر جا هستیم شبکه نسیم کوش، خندوانه کلی آدم زحمت کشیدن و خندوانه ساختن دیدن و که نکنه دلت بگیره خستگیت هم در که میره. وقتی شروع میشه همه چی خوبه، هر کی میبینه میدونه که همه رو میخندونه، خندوانه میبره از هوش خندت کوش، خندوانه هر جا هستیم شبکه نسیم کوش، خندوانه چیه که میره جلو بازمونه، خندوانه اون چیه که همه رو میخندونه، خندوانه میبره از هوش خندت کوش، خندوانه شمع که نسیم کوش.